به نام آن که هستی از او یافت. سلام علیکم حضور همه شما بینندگان خوب تلویزیون اصلاح. انشاءالله در هر کجایی که هستید سالم و تندرست باشید. دوستان عزیز، وجود تعارض میان افراد یک مسئله طبیعی و قابل پیش بینی هست و حتما این اتفاق برای شما در زندگی، چه در محیط خانواده و یا هم چه در محیط کاری و یا هم بین دوستان اتفاق افتاده که گاهی اوقات روی یک مسئله با هم دیگر تعارض دارین و نظریه ها و ایده های شما یعنی موافقه یک دیگر نمی باشه و حتی در بعضی از موارد یکی از عوامل مهم ایجاد استرس در زندگی مشترک و حتی در زندگی کاری و محیط کاری بتونه وجود تعارض میان افراد باشه. پس چه خوب هست که امروز روی مسئله تعارض، علت های وجود این معضل و راهکارهایی برای حل این معضل صحبت بکنیم و مهمان برنامه من هم خانم بشرا فاضلی هستن. سلام علیکم جناب استاد، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. علیکم السلام محمد، سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما خواهر عزیز و تمام بینندگان عزیز. امیدی که در این هوای گرم از صحت و سلامت و عافیت کاملی برخوردار باشید. انشاءالله. تشکر جناب استاد. جناب استاد، چه خوب هست که موضوع امروز رو با تعریف تعارض و اینکه آیا این معضل به انواع مختلف تقسیم بندی شده یا خیر شروع بکنیم. خب تعارض لفظ عربی هست که به معنای مخالفت داشتن، دشمنی داشتن، ارائه نظرات و تفکرات و عقاید متفاوت داشتن ترجمه میشه و در اصطلاح میشه گفت که اختلافات و تعارضات و تفاوت‌ها در عرصه اهداف و تفکرات، نظریات و عقاید برای از او تعارض اطلاق بکنن. چه خوبه که در قدم اول چنانچه شما اشاره کردیم به این نتیجه برسیم و عقیده ما چون این چیزی باشه که وجود تعارضات در زندگی هر بشر امر عادی هست. اگر ما به مخلوقات و کائنات توجه داشته باشیم میبینیم که همگی بر اساس تعارضات بیان شده. وجود شب و روز، وجود انس و جن، زن و مرد و امثال از تمام اینها چیزهایی است که با همدیگر تعارض داره و تفاوتها در وجود از اینا هست. پس به این معنا که وجود این اختلافات در زندگی بشر یک امر طبیعی و امریه که باید در زندگی بشر این تفاوت‌ها وجود داشته باشه. پس اگر تفاوت‌ها در زندگی بود به این معنا نیه که ما زندگی خوشبخت نداریم یا از خوشبختی برخوردار نیستیم. البته باید به یک نکته ما توجه داشته باشیم که این اختلافات و تفاوت‌ها باعث بروز کینه‌ها و دشمنی‌ها نشه. بیمانه که باید کنترل بشه و راه مهار از اونا آموخته بشه، چرا که این یک آموزشی هست که هر بشر باید از او با خبر باشه تا به این وسیله تعارضات و تفاوت‌هایی که در زندگی از او به وجود میایه بتونه که راه حل درستی داشته باشه. و شما گفتین که انواع این تعارض‌ها، خوبه که به این نکته هم اشاره داشته باشم. تعارضات بین افراد هست، یعنی تعارضات فردی به این معنا هست که بین دو نفر و یا بین چند نفر به اساس عقاید و سلیقه ها و طرز تفکرهایی که متفاوتی که اونا دارن اختلافات و تعارضات به وجود می آید و گفتیم که کاملا یک امر طبیعی هست به شرط از اینکه کنترل از او به شر آموخته باشه. و نوع بعدی تعارضات درون فردی هست. شاید احساس کرده باشین گاهن انسان با خود سازگار نیه، به این معنا که نمیتونه که با خود به نتیجه واحد برسه، به نتیجه واحد دست پیدا بکنه و دقیقا این وجود تعارضات و اختلافات هست که در درون شخص پدید آمده. و برای راه حل لازم میشه گفت که اگر او با افراد جامعه ارتباط بگیره و استراب ها کمتر بکنه و استرس ها کمتر بشه میتونه که او تمرکز بهتری داشته باشه و به این وسیله به نتیجه واحد و ارزش واحد دست پیدا بکنه.
و نوع بعدی تعارضات بین گروه ها هست، به معنی که چند گروه یا چند سازمان به اساس عقاید و اهداف متفاوتی که با هم دیگر دارند با هم دیگر تعارض دارند. البته باید گفت که چون این اعتراضات شاید کمتر حل بشه، چرا که هر گروه از خود ایده خاصه داره و طرز تفکر خاصه داره، اما ای که حل هم نشه گپ بدی نیه، امر طبیعی هست، چرا که نیاز به این اختلافات در جامعه هست تا که جامعه رشد و ترقی بکنه. و نوع بعدی اعتراضات درون گروهی هست، به معنی که گروه واحد، یک گروه، افراد گروه در بعضی از افکار و در بعضی از عقاید خود با همدیگر تعارض دارند. بله، یک نفر اولویت در یک چیز میشناسه و دیگه ارزش خود چیز دیگه میدانه، به این اساس تعارضات و اختلافات در بین از اونا به وجود میاد. بله. تشکر جناب استاد. استاد، علت اصلی به وجود آمدن تعارض میان افراد چه چیزی هست؟ خب علت های متفاوتی داره، اما گاهن علت اصلی از او وجود عواطف و احساسات یک نفر هست. شاید یک نفر به حالت خاص و رفتار خاصی که او از دیگری دیده، حالت عاطفی و احساسی به او به وجود آماده و به اساس نمیتونه که درست تصمیم بگیره، در حالی که فرد مقابل از او کاملا میتونه که چون تمرکز قوی داره و عاطفه و احساس بر او غلبه نداره میتونه که تصمیم نیکی بگیره. پس چون طرف مقابل خود رو میشناسه که احساسات بر او غلبه کرده، نظر از او قبول نمیکنه، به اساس تعارضات و تفاوت ها و اختلاف نظرها به وجود میآید. پس چه خوبه که هر فرد در هنگام حتی احساسات و عواطف هم همو غلبه کامل بر خود داشته باشه تا تنش ها به وجود نیایه. و دلیل بعدی میشه گفت که وجود ارزش ها یا شناخت اولویت ها نسبت به هر فرد چون متفاوت هست تعارض به وجود میآید. مادر به طور مثال برای فرزند خود یک چیز در ارزش میدانه و میخواهد که فرزند از او به طرف و از او حرکت بکنه، و پدر چیز دیگه برای از او ارزش تلقی میکنه و میخواهد که فرزند از او به او طرف سوق داده بشه. پس به این اساس تعارضات بین مادر و پدر به وجود میآید. و علت دیگه هم میتونه تعارضات در رفتارها و عملکردها باشه، به اساس البته تعارضات از فکر نفر نشأت میگیره، چون فکر از او و درک از او از مسئله متفاوت میباشه، رفتار از او هم مطابق با درک و فکر از اونه و به اساس تعارض و تفاوت و اختلاف به وجود میاد. جناب استاد، گاهی اوقات خب درسته که تعارضات یعنی طبیعی هست و در بین هر فرد میتونه این اختلاف نظرها و اختلاف ایده ها وجود داشته باشه، بله، خب گاهی اوقات این تعارضات یعنی شدتی زیاد میشه و ممکن هست که منجر به بعضی از جنگ و جدال ها بشه. پس چه خوب هست که به راه حل های تعارضات اشاره ای هم داشته باشید؟ راه حل های متفاوتی هست، از او جمله که این مورد البته در جامعه ما بیشتر کاربرد داری هست که از نفر سومی کار میگیرن. دو طرف مقابل یک نفری که بر او اطمینان دارن انتخاب میکنن و به عنوان یک حاکم و قاضی در بین خود قرار میدن و به اساس هر آن فیصله که نفر ثالث او به او دست پیدا بکنه، هر دو نفر قانع فیصله نفر ثالث هستن. و چه خوب است که ما نفری که انتخاب میکنیم فرد باشه که اهل علم و اهل دیانت و اهل بینش خاصه باشه، تا ای که به هدفی که و به نتیجه که دست پیدا میکنه نتیجه درست و سالم باشه که به امور نفع هر دو طرف باشه، یعنی نفع طرفین در او باشه، نه ای که نفع طرف واحد. چرا که اگر فرد اهل علم نباشه و یا دیانت نداشته باشه و یک جانب قضاوت میکنه، دقیقا. و رای حل بعدی هم میتونه ای باشه که گاهن در هنگام اختلافات تنشها به اوج میرسه، تنشها به وجود میایه. اگر در چنین موقع آرامشها حفظ بشه و تنش به وجود نیایه، شاید خیلی آسانتر اون مشکل و اون تفاوت حل بشه و
بتونن سالمتر و بهتر به یک صلح و مقصد واحد برسن. پس حفظ آرامش هم در هنگام بروز چنین اختلافات امر بسیار مهمی هست. و بحث سومی هست که طرفین باید به این توجه داشته باشند که تصمیماتی که میگیرن، حرف هایی که از زبان بیرون میکنن، به عواقب از او پی ببرن، چرا که ممکن امروز او طرف مقابل و یا به نحو به قول خود از اونا دشمن از اونا واقع شده، اما شاید فرداها او دوست از اونا باشه. پس نباید حرفی بزنن که فردا از او خجل و شرمنده باشن. پس به حرف و رفتاری که میکنن باید به عواقب از او پی ببرن، تا اینکه رفتار و گفتار سالم و صحیحی از اونا به وجود بیاید. و راه حل بعدی هم میشه ای باشه که گاهن چون ما طرف مقابل حرفهای از او نمیشنویم و خبر از حرفهای از او نیستیم، از اتفاقاتی که بری از او افتاده ما بی خبریم، شاید به چنین اختلافات ما رقم زدیم. پس به این اساس به حرفهای طرف مقابل خود کاملا و با آرامش گوش کنیم. شاید حق با او باشه و چون ما نگفته هایی نمیدانیم، نگفته های از او با خبر نیستیم، وقتی از گفته های از او با خبر بشیم ممکن که اختلافات و ایتنش ها کم بشه و حل بشه. و باید که و جناب استاد فکر میکنم که یعنی نکته که شما اشاره کردین برمیگرده به اینکه قضاوت نکنیم، یعنی دقیقا. ممکن یک نفر بر اساس همون مشکل و یا دلیل قانع کننده ای که داشته مرتکب به یک عمل شده یا مرتکب به یک گفتار یا رفتار شده. دقیقا. پس باید که ابتدا خودمان را مطلع بسازیم و بعد تصمیم بگیریم. دقیقا. و راه حل بعدی هم که میشه گفت ای هست که گاهن مجلس ما حالت به خود پیدا میکنه که دیگه نمیتونیم اصلا از او حسن ظن داشته باشیم. بله. یعنی هر چی تلاش بکنیم باز هم نمیتونیم او فکر به صلح رسیدن و به آرامش رسیدن را از اون مجلس ما به دست بیاریم. پس چه خوبه که ما مجلس خود را به وقت دیگه موکول بکنیم که آرامش بهتری داشته باشیم و بتونیم تصمیمات بهتری بگیریم. و این هم میتونه از جمله راه حل هایی باشه که ما را برای حل اختلافات و تنش ها کمک بکنه. و همچنانی که ما از طرف مقابل خود بخوایم که به ما مسئله توضیح بده، یعنی شاید ما با خبر نباشیم از مسئله از او، از مشکل از او، وقت درخواست ارائه توضیح بکنیم و او هم کاملا توضیح بده، یا یعنی که حرفهای منطقی و دلایل قناعت کننده ای اون میگه که ما قانع میشیم، و یا یعنی اگر دلایل قانع کننده طرف مقابل ما نداشته باشه ما لااقل او رو قانع میسازیم و به وسیله اختلافات حل میکنیم. و بحث بعدی هم این هست که مشکلاتی که قبلا برای ما اتفاق افتاده دخیل این مشکل خو نکنه، چرا که نه تنها که مشکل ما رو حل نمیکنه بلکه بیشتر اضافه تر بر اختلافات و تنش ها ما دست میزنیم و ما دامنگیر از اونا میشیم و حتی به مشکلی که باید به او رسیدگی بشه و اختلافی که باید او حل بشه از او دور میمانیم. پس چه خوبه که ما گذشته فراموش بکنیم و حال متوجه حال باشیم و مشکل حال رو برطرف بکنیم. و مهمترین گپ این هست که ما گاهن برای فرد مقابل خو حق بدیم که او حق با اونه و او جانب حقه، یعنی به این معنا که ما ظالم قرار نگیریم و به طرف مقابل خود ظلم روا نرشته باشیم. ممکن همون رقم که او اشتباه بکنه ما هم انسان مخطاکانی و مرتکب اشتباهی بشیم، اشتباه از ما سر بزنه. پس به این اساس باید که حق برای از او قائل باشیم تا اینکه تنش ها و اختلافات از ما حل بشه. بله. جناب استاد، همون رقم که مباحث ما بیشتر روی مسائل خانوادگی هست، پس چه خوب هست که شما اشاره به تعارضات میان زن و شوهرها هم داشته باشین و اینکه از چه راه حل‌هایی میتونن که استفاده بکنن تا این اختلاف نظرها و تعارضات در زندگیشون حل بکنن. خب دقیقا همون رقم که اول گفتیم، وجود تعارضات و اختلافات چنانچه در بین افراد جامعه و یا گروه ها و افراد هست میتونه که این تفاوت ها و اختلافات در بین زوجین هم باشه. بله. پس این یک امر طبیعی و کاری هست که
نباید ما به خاطر وجود از او اندوهگین باشیم. مهم. اما راه حل هایی هست که با دامن زدن به چنین راه حل هایی میتونیم که ما تفاوت ها از بین ببریم، اختلاف نظرها به صلح و آشتی تبدیل بکنیم. بله. حرف اولی ای هست که ما بیاییم تعارضات را قبول بکنیم، یعنی قبول داشته باشیم که طرف مقابل ما حتی اگر همسرم، خانمم یا شوهرم هم هست، چون انسان مستقل هست، او اهداف مستقل داره، سلیقه های مستقل داره، پس ما سلیقه های مستقل و متفاوته که با ما تفاوت داره اونا رو قبول بکنیم تا به وسیله تبدیل به اختلاف نشه، یعنی تفاوت های ما تبدیل به اختلافات نشه. نشه. حرف بعدی ای هست که باید ما با خودخواهی خود، هر کدام از زوجین، خانم حالا یا شوهر، با خودخواهی خود کنار بیا، یعنی خودخواه نباشه، نگه که حق به طرف منه، طرف مقابل من هیچ حق نداره و حرفی که میگم حرف من فقط درسته. و چه بسا که نفر وقتی کوتاه میایه، شاید ظاهرا در همون وقت طرف مقابل بگه خب حق به جانب من بوده که حالا طرف مقابل من کوتاه آمده، ولی شک نداشته باشیم که بعدها میفهمه که دقیقا ای گذشته از او منشه از بزرگی از او میگیره و به بله. چشم شوهر خود یا به چشم خانم خود بزرگ میشه، نه تنها که حقیر و کوچک نمیشه، بلکه ای دلالت بر بزرگی از او میکنه. پس چه خوبه که ما خودخواهی کنار بگذاریم و به نحو زندگی خود رو دوست داشته باشیم، چنگ به زندگی خوب و خوشبختی خوب بزنیم و از اختلافات صرف نظر بکنیم. و حرف بعدی هست که لازم هست که یکی از زن و شوهر هر قدم اولی بردارن، به این معنی که اقدام به حل مشکل بکنن و هر کدام که اول تر باشن بیشک که اونا نفع به جانب خود بردن و اونا تونستن که حتی ثواب اخروی رو ببرن، چرا که گذشت کردن پاداش کمی نداره. پس باید که زن و شوهر هر کدام از اونا از خود کوشش کنن که اولین نفر گذشت از جانب از اونا باشه تا ای وسیله او اختلافات از اونا حل بشه. و البته موضوع بعدی هم که میتونه در وجود چون این تفاوت های البته موضوع بعدی هم که میتونه چون این اختلافات از بین ببره ای هست که اگر در بین زوجین ابراز علاقه و عشق و محبت باشه، دیگه او اختلافات و تنش ها به وجود نمی آید. حتی اگر اندکی از اختلافات به وجود آمده باشه، اگر از یک طرف عشق و علاقه به وجود بیایه و عشق و علاقه خود به طرف مقابل ابراز بکنه، بیشک که تنش ها و اختلافات از بین میره. و دوست دارم که در آخر بحث هم یک موضوع دیگه اشاره کنم، اونی که قرآن کریم آمده در آیه مفصل و طولانی آمده گفته که اگر اختلاف و مشکل از جانب زن باشه، یعنی به واقعیت ثابت شده باشه که طرف مشکل زنه و نشوزت از جانب زن هست، چهار گام و چهار مرحله برای حل مشکل برای شوهر راهکار داده. بس. اولین راه حل ای هست که شوهر باید خانم خود را پند بده، موعظه و نصیحت بکنه، با او صحبت بکنه و او قناعت بده که حرفی که تو میگی حرف نادرستی هست، به جای از این حرف قرآن کریم، این حرف سنت یا این چیزی که در جامعه ما عرفه، ای چیز به حقه. پس با وعظ و نصیحت کردن و با حرف زدن با او میتونه که این تنش و اختلاف از بین ببره. خب اگر این قدم برداشته شد و کاملا به سر از این مرحله کار شد و نتیجه این نداد، قدم دومی این هست که شوهر بستر خود رو با خانم جدا بکنه و یعنی ظاهرا او تأدیب بکنه که دیگه من از تو ناراض شدم و بستر خود رو با تو جدا کردم. به این وسیله هم گام دومی هست که میتونه او تنش و اختلاف رو حل بکنه. سومین راه بعد از اینکه گام اولی برداشته شد و گام دومی کاملا طی مراحل شد، سومین گام این هست که خانم خود را تأدیب بکنه.
البته علما میگن که تأدیبی که غیر مبرح باش، یعنی تأدیبی که یا ضربی که او باعث زخمی شدن و یا باعث آزرده خاطر شدن از اون نباشه، فقط صرفا به همون اندازه که بفهم تأدیبی از جانب شوهر هست. البته ای باید در نظر داشته باشیم که هرگاه گام اولی و گام دومی کاملا طی مراحل شد، گام سومی ایگه پس. یعنی ای کار درستی نیست که نفر اول گام سوم رو برداره قبل از اینکه گام اول و دوم رو برداره. پس سومین گام برای حل تنش اختلاف وقت مشکل کاملا از جانب زن باشه، قرآن کریم چون این راه حل معرفی کرده. و اگر این هم نتیجه نداد، گام چهارمی این هست که نفری از طرف زن انتخاب باشه و نفری از طرف مرد و برای حل این تنش و اختلاف از اونا با همدیگر مشوره بکنند تا اینکه تنش ها و اختلافات بین زوجین از بین بره. بله، تشکر جناب استاد، ممنون از اینکه در برنامه حضور یافتین و روی موضوع حل تعارض صحبت کردین. تشکر از شما. دوستان عزیز، در ادامه صحبت های جناب استاد و هم میخوایم به یکی از عوامل مهمی که سبب ایجاد تعارض میان زن و شوهرها همیشه اشاره ای داشته باشم. دوستان، در اکثر جلسات مشاوره ای که مربوط به خانواده ها هست، نشان داده شده که یکی از عوامل مهم ایجاد تنش و تعارض میان زن و شوهرها وقت نگذاشتن به یکدیگر هست. اکثر زوجهای جوان شکایت از این دارن که خب خانم ما و یا همشوهر ما برای ما وقت کافی نمیگذاره و این باعث از این میشه که ما نتونیم با هم دیگر هم صحبت بشیم، هم کلام بشیم، روی عقاید، روی افکار، روی علایق خودمان با هم دیگر صحبت بکنیم و این باعث میشه که به نحوی اختلاف نظرها آیست آیسته بزرگتر بشه و منجر به جنجالها و کشمکشهای بزرگتر بشه. و نکته مهم دیگر کمیت وقت نیست، بلکه کیفیت وقت هست. یعنی این که اگر یک شوهر برای خانم خودش یک ساعت هم وقت بگذاره، ولی در یک ساعت بتونه که با خانم یعنی درد دل بکنه، راز دل بکنه، از علایق از صحبت بکنه و مشکلاتی که در زندگی داره در طول روز با اونها روبرو هست اونها رو پرسان بکنه، بتونه که خیلی از مشکلات زندگی خودش رو حل بکنه، باعث ایجاد محبت و دوستی و عاطفه بیشتر بین خانم و شوهر میشه. و چه خوب هست که به این نکته ما و شما هم اشاره ای داشته باشیم و برای از اینکه زوجهای جوان یک زندگی آرام داشته باشن، زندگی آسوده ای داشته باشن و هیچ گونه به نحوی اختلاف نظرها و کشمکش های بزرگتر و طولانی تر در زندگی شما نباشه، این نکات رو مد نظر بگیرید. انشاءالله که زندگی سالم و سرشار از محبت و دوستی خواهید داشت. دوستان، این بود برنامه امروز. تا دیدار دیگر، الله حافظ و نگهدار همه شما.